درود بر شما. با یه برنامه دیگه اومدم خدمتتون. متاسفانه از ماجرای غم‌انگیز معدنی در تبس و کشته شدن 52 نفر از کارگران زحمتکش و هموطنان عزیزمون. در ادامه با ما همراه باشید. لطفاً از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید. متاسفانه در پی انفجاری در معدن زغالسنگ معدنجوی تبس و جان باختن شماری از معدنچیان در استان خراسان جنوبی 3 روز عزای عمومی اعلام شد. در همین حال شمار جان باختگان این حادثه به 52 نفر رسیده که مقامات هم قول برخورد با خاطیان را دادند. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران، این انفجار شامگاه روز شنبه 31 شهریور ماه در معدن زغالسنگ معدنجوی تبس در خراسان جنوبی روی داده و علت این انفجار نشت گاز متان اعلام شده و دقایقی پیش هم اعلام شد که این حادثه تلخ 52 نفر فوتی داشته و شمار زخمی شدگان 17 نفر اعلام شده و همچنان تیم تجسس به دنبال کارگران مفقودی می‌گرده و مسئولان حاضر در صحنه گفتند که به دلیل حجم زیاد گاز از امدادرسانی سریع فعلا معذورند. فرماندار شهر تبس در گفتگو با رسانه‌ها گفته بود که علت انفجار در این معدن نشت گاز متانه و علت تلفات جانی نه آتش سوزی و نه تخریب دیوارها بلکه خفگی بوده. در این رابطه سلبریتی‌ها و هنرمندان زیادی واکنش‌های تلخ و غم‌انگیزی نشون دادن که در ادامه به اونها پرداختیم. آقای حمید فرخ نژاد با انتشار این خبر نوشت تسلیت به خانواده های داغدار. آقای احمد ایران دوست نوشت اولین روز مدرسه اول مهر بابا جان داد. پرستو صالحی نوشت تسلیت به خانواده های معدنچیان درگذشته تبس تسلیت. استوری خانم هنگامه قاضیانی که نوشته تبس تسلیت. استوری امین حیایی که نوشته ایران تسلیت. استوری آقای حبیب رضایی که نوشته به هر فصلی غمی، هر صفحه‌ای انبوه اندوهی، وطن جان خسته‌ام، پایان خوب داستانت کو. استوری دارا حیایی. آقای علی کریمی هم با هشتگ تبس، معدن زغالسنگ تبس و بیچاره مردم مملکت هم نوشت داغی جدید بر دل مردم ایران. تسلیت و آرزوی صبر برای خانواده‌های داغ دیده. آقای کریم باقری نوشت جان باختن معدنچیان عزیزمان در حادثه دلخراش ریزش معدن تبس قلب همه ما را به درد آورده و یاد و خاطره این عزیزان فداکار که در راه تلاش و کوشش جان خود را از دست دادند همیشه در ذهنمان باقی خواهد ماند. برای خانواده‌های داغدار و همکارانشان صبر و بردباری و برای جان باختگان آرامش ابدی از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم. شیدا رضایی نوشت اینجا خاورمیانه است و هر کجای خاک را بکنی دوستی عزیزی برادری بیرون میزند. شیوا ابراهیمی نوشت دیگر گفتن نمیخواهد که چیزی که برای دیکتاتور جمهوری اسلامی ذره اهمیت ندارد جان مردم ایران است. کارگران مشغول مرگند، واگن‌های حمل زغال حالا اجساد کارگران را بیرون میآورند و خانواده‌ها در محوطه معدن نشستند و زار میزنند. خفگی با گاز متان برای دستمزدی بسیار کمتر از خط فقر. به رغم کار در شیفت شب برای استخراج زغال سنگ، تهویه در کار نبوده، گاز سنجی انجام نگرفته، تجهیزات معدن کهنه و فرسودند. گویا بازرسان وزارت کار به این معدن سر نزده بودند. کارگاه محل حادثه جدید بوده اما سیستم تخلیه گاز نداشته. تا این لحظه تعداد درگذشتگان از مرز 50 نفر گذشته. مکان جمهوری اسلامی ایران، تبس، معدن زغالسنگ، شرکت خصوصی معدنجو. زمان نیمه شب 31 شهریور و بامداد 1 مهر 1403. منا برزویی در استوری با هشتگ کارگران معدن تبس نوشت که مزد گورکن از بهای آزادی آدمی افزون باشد. سحر مجری شبکه من و تو هم با انتشار این خبر نوشت و باز هم حادثه معدن، تکرار و تکرار، استاندارد پایین، کمبود امکانات، بی توجهی به مسائل ایمنی و نتیجه جان باختن انسان‌های شریفی که سخت‌ترین شغل دنیا را دارند.
مریم کاویانی با هشتک معدن طبس و مردم ایران نوشت تسلیت به مردم ایران و خانواده داغدار و دلسوخته. مونا کرمی نوشت نان به قیمت خون. استوری آقای اردشیر رستمی که نوشته تسلیت ایران عزیز، تسلیت خراسان بزرگ. استوری حسام منظور. سپند امیر سلیمانی هم نوشته به سنگ خاره جنگیدن قماری سهل و آسان نیست، به معدن رفته می داند مصیبت‌های معدن را. استوری بهار کیان افشار که نوشته تسلیت به خانواده های داغ دیده معدنکاران عزیز. استوری عباس غزالی. استوری جوان دلشاد که نوشته پدران زحمتکش. استوری آقای پژمان بازقی که نوشته تسلیت به هموطنانم خصوصا اهالی طبس. استوری آناهیتا درگاهی که با معدن طبس نوشته جانشان را پای لقمه نان گذاشتند. آه هموطن. سجاد بابایی هم نوشته تسلیت به داغداران معدن زغال سنگ طبس. استوری حامد آهنگی. استوری سپیده گلچین. نیوشا زیغمی هم نوشته تسلیت به خانواده عزیز زحمتکشان معدن طبس. استوری خانم مریم بوبانی که نوشته تسلیت. استوری مریم خدا رحمی که نوشته این همه مرگ، این همه پاییز از طاقت ما بیرون است. استوری نیما شعبان نژاد. استوری حامد کمیلی که نوشته تسلیت به خانواده های داغدار. استوری ارژنگ امیر فضلی که نوشته روز اول مهر پدران کارگر به جای نان دادن جان دادن. تسلیت به کارگران زحمتکش و خانواده هایشان. استوری برزو ارجمند. استوری تینا پاکروان. آزاد مختاری توییتی رو هم منتشر کرد که نوشته 52 کارگر معدن طبس کشته شدند. مرگ یک باره 52 انسان نباید عادی از کنار این فاجعه بگذریم. از سانتیمانتالیسم و شعر سرایی هم عبور کنیم و نگذاریم این فاجعه عادی و فراموش بشه. تا کی کارگر باید قربانی این بی‌توجهی ها باشه؟ 52 خانواده به خاک سیاه نشستند. استوری سینا ولی الله. مهران آتش هم با انتشار این دو عکس از تونل‌های معدن طبس و تونل‌های تروریستی حماس نوشت جون ایرانی‌ها برای حاکمان کنونی پشیزی ارزش نداره، هر روز با تمام قوا دارن این موضوع رو ثابت می‌کنن. بابک جهانبخش هم نوشت بیشک تسلیت واژه حقیری است در برابر درگذشت غم‌انگیز کارگران زحمتکش فاجعه معدن زغال سنگ طبس. به خانواده‌های داغدار از صمیم قلب تسلیت عرض می‌کنم و برای عزیزانی که آسیب دیدن آرزوی بهبودی دارم. استوری هلیا امامی که نوشته شهر را کارگران می‌سازند اما نه برای کارگران. 52 کارگر جان باختند، 52 پدر، 52 برادر، 52 فرزند، 52 جان. گر بمیرم این دم از غم هم رواست. استوری اشکان خطیبی که نوشته 52 کارگر معدن در طبس زیر آوار ماندن و جان دادن. در افکار سیاه و تاریکشان بی‌ارزش‌ترین چیز جان مردم ایران است. فرشاد متقی مجری اتاق خبر من و تو هم نوشت آخوند از انفجار معدن چی میفهمه؟ چرا این همه آدم پاچه‌خوار دنبال وزیر سمت را افتادن؟ دکترای هلال احمر کجا هستن؟ همه رفتن برای کمک به حزب الله لبنان. استوری ژاله صامتی که نوشته تسلیت به ایران. بهنوش بختیاری هم نوشت و باز هم تسلیت، تسلیت برای کارگران معدن طبس که چقدر برای ما مردم زحمت کشیدن و جونشون کف دستشونه. مشاغلی که اینجور با جون آدما بازی میشه باید حذف بشه یا کار دستگاه باشه. آدمیزاد که نمیتونه هر روز با این خطر مواجه باشه. حیف از خودشون، جوونیشون، زندگیشون، آرزوهاشون. آدم قلبش میشکنه. چرا آخه؟ اول پاییز زیبا باید هموطنت کشته بشه. حیف و تأسف زیاد، تأسف زیاد. تسلیت فراوان و دعا برای شادی روح این عزیزان و طلب صبر و صبر و قرار برای بازماندگان. استوری خانم نوشافرین. پرویز پرستویی هم نوشت تسلیت به طبس، تسلیت به ایران. در اولین روز سال تحصیلی چه دانش آموزانی که پدران زحمتکش خود را پیکور به دست با صداهای غیرقابل تحمل و گرد زغال سنگ بهر روزی ناچیزی در پی لقمه اینان برای خانواده همیشه چشم انتظارشان بودند متاسفانه دیگر نخواهند دید. معروف است که سخت ترین شغل دنیا کار کردن در معدن است، چرا که رفتنشان به قعر زمین پای خودشان است و برگشتشان با کرام الکاتبین. روح همه معدنچیانی که جان خود را از دست دادن شاد و یادشان گرامی. تسلیت به خانواده های داغ دیده و همه کارگران زحمتکش در معدن.
استوری علیرضا شهرداری که نوشته هرچی درد و رنج و بدبختی مال قشر زحمتکش و فقیر جامعه است. لعنت به این شکاف طبقاتی. استوری خانم ژیلا امیرشاهی. استوری بهناز جعفری که نوشته ای آسایش، آهای، آرامش، آی امنیت، صدای زجه‌های سرزمین من را بشنو. شاهزاده رضا پهلوی هم با انتشار پستی نوشتند ملت ایران بار دیگر سوگوار است، سوگوار از دست دادن ده‌ها تن از کارگران سخت‌کوش معدن زغالسنگ در طبس. در این فاجعه ملی من نیز با خانواده‌های کارگران جانباخته و همکاران آسیب دیده‌شان همدردم و سوگوار عزیزانی هستم که شرافتمندانه اما با کمترین امکانات در دل زمین کار و تلاش می‌کردند. این فاجعه نتیجه غفلت و بی‌کفایتی حکومت است که اولویت تسلیح و تجهیز و تأمین مالی تروریست های ضد ایرانی است تا تضمین رفاه و امنیت کارگران ایرانی. اولویتش ساخت تونل های مجهز برای تروریست ها در غزه و لبنان است تا حصول اطمینان از تجهیز محیط های کاری ایمن با تهویه های مناسب و سیستم های حفاظتی ضد انفجار برای معدنکاران ایرانی در اعماق زمین. آری، جان شما کارگران که ثروت واقعی این کشور هستید برای این فاسدان و چپاولگران ارزشی ندارد. اما با وجود این غم و درد من به فردایی بهتر باور دارم، فردایی که در آن با اتحاد و همدلی کارگران و همه مردم ایران برای ساختن کشوری تلاش خواهیم کرد که در آن جان ایرانیان و رفاه آنها اولویت داشته باشد، آینده‌ای که در آن کارگران معدن با اطمینان خاطر و در محیطی امن و بروز به کار خود ادامه دهند، آینده‌ای که در آن اثری از جمهوری اسلامی در ایران نباشد. دنیا مدنی هم نوشت این همه مرگ، این همه پاییز از طاقت ما بیرون است. تسلیت به هموطنان نازنینم. مسیح علی نژاد هم نوشت زندگی کارگران و مردم بیگناه برای دیکتاتوری جمهوری اسلامی بسیار کم ارزشتر از نجات جان تروریست های حزب الله و حماس است. انفجار مرگبار گاز متان در یک معدن زغالسنگ منجر به کشته شدن حداقل 51 نفر و زخمی شدن 20 نفر دیگر شده است. مردم ایران خشمگین هستند و ادعای رژیم مبنی بر این که این فقط یک حادثه بوده را رد می کنند. این یک جنایت است. هر کارگری که به دلیل شرایط ناامن و تجهیزات نامناسب جان خود را از دست می دهد به صورت سیستماتیک توسط جمهوری اسلامی کشته می شود. در حالی که این رژیم وظیفه حفاظت از مردم را دارد، سرمایه های کشور را صرف حمایت از گروه های مانند حماس و حزب الله و حوثی ها و تروریست در منطقه می کند. این خیانتی آشکار به مردم ایران است. پزشکیان در حالی وارد نیویورک می شود که به دفاع از یک رژیم تروریستی می پردازد و از آزادی بیان در غرب سوء استفاده می کند تا بزرگترین دروغ را گسترش دهد. این که مردم ایران امنیت دارند. تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود دارد هیچ کس در داخل و خارج از کشور در امان نخواهد بود. استوری شاهین نجفی که نوشته تمام آنچه بر سر ایران و ایرانیان می رود نتیجه بزهکاری یک نظم سیاسی مافیایی فاسد است. اگر پول ملت ایران در فلسطین و لبنان خرج نمی شد، شاهد مرگ دلخراش هممیهنانمان در معدن زغالسنگ طبس نبودیم. آقای معین هم در استوری نوشتند تسلیت به خانواده جانباختگان و کارگران زحمتکش معدن و همچنین مردم طبس که داغدار عزیزانشان شدند. حسین رونقی هم این متن رو منتشر کرد که تنها چیزی که ارزش ندارد جان انسان هاست. کارگران مشغول مرگند. استوری سوگند خواننده. خانم پوری بنایی هم این متن رو منتشر کرد که نوشته کودکان شما منتظرند که زنگ خانه را بزنید، در را باز کنند، در آغوش شما با شوق از روز اول مدرسه بگویند. مرسی که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله با ما همراه باشید تا از جدیدترین ویدیوهای ما زودتر با خبر بشید.